سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز میخوام بهتون چند تا سایت و هوش مصنوعی خیلی فوق العاده رو یاد بدم تا این تصاویر کارتونی که داریم میبینین و الان خیلی ترند اینستاگرام هم شده رو به راحتی و به رایگان درست کنین و ازش توی پیجاتون استفاده کنین. پس اگه دوست داری با این هوش مصنوعی خیلی فوق العاده آشنا بشی، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. لطفا اگه از این سبک ویدیوهای من خوشت میاد حتما کانال منو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی که میذارم عقب نیفتی. اگه اون لایک هم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی تا ویدیوهای خیلی با کیفیت‌تری برات تولید کنم. حتما توی کامنت هم برام بنویس از چه هوش مصنوعی می‌خوای استفاده کنی تا من یه ویدیو جداگانه‌ای درباره اونم تولید کنم. خیلی سریع بریم روی سیستم با این هوش مصنوعی خیلی فوق‌العاده آشنا بشیم. خب سایت اول هوش مصنوعی اولی که میخوام بهتون معرفی کنم stylar.ai هست. لینکش رو حتما توی دیسکریپشن هم میذارم براتون، از اونجا میتونین وارد این سایت بشین. بعد از اینکه وارد این سایت شدین از این قسمت میتونین لاگین کنی با اکانت جیمیلی که دارین، اینجا لاگین میکنین و وارد سایت میشین. وقتی وارد شدیم با همچین صفحه‌ای روبرو میشین و اینجا ما روی نیو پروژه کلیک میکنیم. توی مرحله بعدی از گزینه ایمپورت ایمیج عکسی که میخواییم و ایمپورت میکنیم. حالا این روزا چون بحث فوتبال هم خیلی داغ هست، من عکس آقای طارمی رو انتخاب کردم و روش کلیک میکنیم تا اینجا برامون ایمپورت کنه. و بعدم بعد این تصویرمون رو هم اندازه این حاشیه مشکی رنگی که میبینیم بکنیم. برای این کار من کلید شیفت رو از روی کیبورد نگه میدارم و این تصویرمون رو یه مقداری بزرگتر میکنم. هر جایی که این تصویرمون دیدیم به صورت قشنگی هست میتونیم اون رو قرارش بدیم. من فکر میکنم اینجا قشنگ باشه، یه مقداری هم بزرگترش میکنم، میارمش پایین تر و بسیار عالی. توی مرحله بعد بعد روی گزینه ایمیج تو ایمیج کلیک کنیم و اینجا استایلای مختلفی که هست و میتونیم روی این تصویرمون اعمال کنیم. اینجا استایلای خیلی زیادی داره که حالا میتونیم روی تصویرتون به صورت جداگانه اعمال کنین و از این استایلای استفاده کنیم. ما از استایل اینستیت کیوتی استفاده میکنیم که یه حالت کارتونی به تصویرمون بده. توی مرحله بعدی بعد یه پرامپتی درباره این تصویرمون بنویسیم. یه امکان خیلی خوبی که این سایت در اختیارمون قرار میده گزینه یه اوتو پرامپت هست و به صورت اتوماتیک خودش روی این تصویرمون پرامپت اعمال میکنه. من روی اوتو پرامپت میزنم و ببینیم چه پرامپتی برای این تصویرمون مینویسه. خب همونطور که یه پرامپتی اینجا برامون نوشته مردی که جاکت آبی پوشیده و در زمین ایستاده به دوربین لبخند میزنه و لوگوی تیم فوتبالش هم روی پیراهنش هستش و پس زمینش هم یه استادیوم خالی با صندلی‌های پراکنده است. و اگر از این پرامپت هم خوشتون نیامد مجدد میتونین روی اوتو پرامپت بزنین تا یه پرامپت جدیدی براتون بنویسه. پایینش دوتا گزینه داریم. گزینه اولمون روی درجه آخرش میذاریم و شدت اعمال این استایلمون هم روی همون هفته هم خوبه و روی استایلارایز کلیک میکنیم. خب اینجا بر اساس سرعت اینترنتتون و شلوغی سایت یه مدتی زمان میبره و 4 تا تصویر به صورت کارتونی اینجا براتون نشون میده. خب این دوتا تصویر بالا که خیلی کارتونی هست و این تصویرهای پایین به نسبت شبیه تر به تصویر اصلیمون هستش. ما یکیشو انتخاب میکنیم. من فکر کنم این شبیه تر به آقای طارمی باشه و روش کلیک میکنیم و روی گزینه Place on Canvas کلیک میکنیم. همونطور که می‌بینین تصویر کارتونیمون رو توی لایه دوم بهمون نشون داده و من از این تصویرمون یه اکسپورتی می‌گیرم. فایلمون PNG خوب هست، روی 3x می‌ذاریم تا کیفیتش بالاتر بره و روی اکسپورت کلیک می‌کنیم تا یه خروجی از این فایلمون بتونیم تهیه کنیم. و بعد تصویرمون رو اینجا ذخیره میکنیم. بعد از تصویر اصلیمون هم یه اکسپورتی بگیریم. برای این کار لایه دوممون رو
محو میکنیم روی این چشمی که هست، من کلیک میکنم تا محو شه و از تصویر اصلیمونم یه خروجی میگیریم تا توی سایت دومی که الان میخوام بهتون بگم بتونیم از این تصویرمونم استفاده کنیم. و انجام روی سیو میزنم تا تصویر اصلیمونم ذخیره بشه. خب این از هوش مصنوعی اولی که بهت معرفی کردم و سایت استایلار که استایلای خیلی متفاوت دیگه ای هم داره و هر کدومش رو میتونی تک تک روی تصویرت اعمال کنی و ازشون استفاده کنی. ما از یکی از استایلا که حالت کارتونی داشت استفاده کردیم و همونطور که دیدی یه مقداری با تصویر اصلیمون متفاوت بود و برای اینکه بتونیم این دو تا تصویرمون رو خیلی شبیه‌تر به هم دیگه کنیم از یه هوش مصنوعی دیگه ای کمک میگیریم. خیلی سریع بریم روی سیستم و هوش مصنوعی بعدی هم بهت معرفی کنم. خب هوش مصنوعی بعدی که میخوام بهت معرفی کنم سایت vidnose.com هست که خیلی امکانات گسترده‌ای بهمون میده و حتما سعی میکنم یه ویدیوی جداگانه ای درباره این سایت فوق‌العاده براتون درست کنم. برای اینکه ما بتونیم تصویرامون رو شبیه همدیگه کنیم میریم توی منوی Free AI Tools و گزینه Face Swap رو انتخاب میکنیم. اینجا توی قسمت اول ما بعد عکس کارتونیمون رو آپلود کنیم. من روی این عکسمون کلیک میکنم و توی قسمت دومم عکس اورجینالی که داشتیم رو آپلود میکنیم و بعدم به راحتی روی سواب فیس ناو کلیک میکنیم تا این شبیه سازی رو برامون انجام بده. اینجا چون ما از حالت فریش داریم استفاده میکنیم این سوپینگش مقداری زمان میبره و الان همطور که میبینید این عکسمون خیلی حالت طبیعی تر و قشنگ تری پیدا کرد و برای دانلود کردنش هم حتما باید با جیمیلمون وارد بشیم. من اینجا با جیمیلم وارد این سایت میشم و حالا مجدد روی دانلود که بزنم این عکسو میتونیم به راحتی دانلودش کنیم. اینجا ما رو میبره توی مای فایلمون و فایلایی که حالا اضافه میکنین هر دفعه رو اینجا نمایش بهتون میده و روی این گزینه کلیک میکنین تا این تصویرتون رو بتونین دانلود کنین. روی سیو میزنم تا تصویرمون سیو شه و اگه اونو الان بازش کنم میبینیم یه حالت کارتونی و خیلی قشنگی به تصویرهای تارمی دادش. خب تا اینجای ویدیو چطور بود؟ اگه خوشت اومده ممنون میشم اون لایک رو برای من بزنید. همونطور که دیدیم با استفاده از این سایت ویدنوز که یه هوش مصنوعی خیلی فوق‌العاده‌ای هست و سایتش خیلی امکانات فوق‌العاده‌ای داره تونستیم اون تصویر اصلیمون رو با تصویر کارتونی که داشتیم مخلوط کنیم و سوآپ کنیم و یه تصویر خیلی واقعی‌تر و قشنگ‌تری به دست بیاریم. این عکسایی که به ما میده یه مقداری خروجی کارش کیفیتش پایین هست و برای همین میخوام یه اپلیکیشن خیلی فوق‌العاده بهت معرفی کنم تا بتونی کیفیت تصویراتو خیلی بالاتر ببری. ازش میتونی روی تصویرهای دیگه هم استفاده کنی و تفاوت تصویرات رو با هم دیگه ببینی که چقدر کیفیتش بالاتر میره. پس خیلی سریع بریم روی سیستم و این اپلیکیشن خیلی فوق‌العاده رو بهت معرفی کنم. خب برای اینکه بتونیم این اپلیکیشن خیلی فوق‌العاده رو دانلود کنیم میریم تو سایت آپسکیل و همونطور که میبینیم میتونیم کیفیت تصویرامون رو به شدت بالا ببریم. اینجا روی گزینه دانلود کلیک میکنیم و برای نسخه های مختلف لینوکس و مک و ویندوز برامون اپلیکیشن داره و به راحتی میتونیم اونو دانلودش کنیم. بعد از اینکه این اپلیکیشن رو دانلود و نصب کردیم میتونین ازش دیگه توی کامپیوترتون استفاده کنین و هر عکسی که دارین و کیفیتش رو بالا ببرین. از استپ یک ما میتونیم عکسی که میخواییم و اینجا به برنامه‌مون اضافه کنیم. عکسی که آخر سر خروجی گرفتیم و من به برنامه اضافه میکنم و همونطور که میبینی الان توی استپ 4 برامون نوشت عکس این سایزمون 1080x1080 هست و با استفاده از این برنامه ما میتونیم کیفیتش رو 4 برابر کنیم. روی آپسکیل من کلیک میکنم یه مقداری زمان میبره تا این عکسمون رو با کیفیت به همون تحویل بده. همونطور که میبینی الان کیفیت تصویرمون رو به شدت بالا بردش. برای اینکه بهترم بتونین درک کنین من دوتا تصویرمون رو کنار همدیگه قرار میدم
این تصویر اولمون هست. من یه مقداری زوم میکنم روی صورتش که مشخص بشه کیفیت کارمون. و این تصویری هستش که با استفاده از این نرم افزار ما خروجی گرفتیم. این تصویرمونم میارم کنار اون یکی قرارش میدم، یه مقداری زوم میکنم مجدد روی صورت و همونطور که میبینید کیفیت کارمون کاملا مشخص هست. تو این تصویرمون کاملا حالت دندونا و ریشا و چشم و ابرو مشخص هست و اینکه تصویرمون به صورت مات و بیکیفیتی هستش. خب اینم از اپلیکیشن آپسکیل که دیدیم به چه قشنگی میتونه کیفیت تصاویر ما رو تا چند برابر بیشتر کنه و شما میتونید روی تصاویر دیگرتون هم از این اپلیکیشن فوق‌العاده استفاده کنید. فقط یه نکته ای که هست، سایت استایلا رو بیدنوزی که ازش استفاده کردیم دوتا لوگوی کوچیک پایین تصویرمون میندازه. بریم با استفاده از نرم افزار فتوشاپ بهتون بگم چجوری این دوتا لوگو رو هم حذف کنیم تا کارامون دیگه تکمیل بشه و بتونیم از این تصاویرمون هر جایی که خواستیم به قشنگی استفاده کنیم. خب بعد از اینکه عکسمون رو آوردیم داخل فتوشاپ، از نوار ابزارمون روی گزینه اسپات هیلینگ براش اگه کلیک کنیم یه براشی به ما میده و روی این لوگومون اگه بکشیم به صورت اتوماتیک و خیلی قشنگ اونو برامون حذف میکنه. من روی اون یکی لوگومون هم میکشم، میبینیم به قشنگی اونو حذف کرد و الان میتونیم از این تصویرمون هر جایی که خواستیم استفاده کنیم. خب به همین راحتی تونستیم اون دوتا لوگو رو هم حذف کنیم و الان یه تصویر با کیفیت کارتونی داریم که هر جایی که خواستیم میتونیم ازش استفاده کنیم. حتما این ویدیوی منو لایک کن، کانال منم سابسکرایب کن و اون زنگوله هم بزن تا از آموزش‌های بعدی هم که میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که فکر میکنه این هوش مصنوعی به دردش بخوره و براش جالب باشه، حتما این ویدیوی منم براش بفرست. این ویدیو آموزشیمون رو دیگه طولانیش نمی کنم. تا آموزش بعدیمون خدا نگهدار.